بینندگان گرامی، اکنون رفیق اعظم نوری رو در خط اسکایپ داریم. رفیق اعظم، درود بر شما و ممنونم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید تا بتونیم به همراه شما بررسی کوتاهی داشته باشیم از اوضاع ترکیه پس از کودتا. امیدواریم که صدای ما رو داشته باشید رفیق اعظم. صدای شما بله، شما سلام میکنم و ممنون از اینکه بار دیگه من دعوت کرد به برنامه. بله رفیق عزم، همون گونه که به خوبی مطلعید، بعد از کودتای ترکیه نظرات گوناگونی در رابطه با علل انجام این کودتا ارائه شده که همگی حاکی از بحران همه جانبه است که ترکیه رو در خودش فرا گرفته. منتها برخی معتقدند که این یک کودتای واقعی بوده که برای پاسخگویی به این معضل ترکیه انجام شده، و البته بعضی هم معتقدند که خود رژیم کنونی دست به یک مانور سیاسی به نام کودتا زده که بتونه مبانی سیاسی خودش رو تحکیم بکنه و یک دستاویزی داشته باشه برای تصفیه وسیع مخالفین و سرکوب لجام گسیخته جنبش کارگری کمونیستی در این کشور. در این زمینه میخواستیم نظرتون رو برای بینندگان ما توضیح بدید که شما چگونه میبینید به مسئله؟ ببینید، تو اینکه علت کودتاها در هنگام بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از راههای برون رفته طبقه حاکم از این بحران هاست و معمولا وقتی به وقوع میبنده که این طبقه حاکم نمیتونه با استفاده از ابزار دولت بورژوایی یا روشهای قانونی به این بحران غلبه بکنه، و البته بستگی داره به نقش ارتش تو عرصه سیاسی و به تاریخ کشور تو این رابطه، بعد در این شکلی نیست. تو ترکیه هم واقعیت این که بخشی از طبقه حاکم با سیاست های داخلی و خارجی اردوغان و حزب اسلامگرای اون موافق نبودن، به همین دلیل و در واقع سیاست هایی که این تو این دو تا عرصه پیش برده بود همه تقریبا با شکست روبرو شده بود. به همین دلیل بخشی از این طبقه دست به کودتا زدن. من برای که این یه مقدار روشن بکنم سیاست های داخلی و خارجی اردوغان رو مجبورم یه مثالایی بزنم. ببینید، یه نمونهش دخالتش تو امور کشورهای دیگه بود. به طور مثال تو زمان بهار عربی که سعی کردش که از دولت های مذهبی که بعد از شورش های مردم بر سر کار اومده بودن دفاع بکنه، مثل مصر، و این مثلا رابطه مصر و ترکیه به همین دلیل تیره است و همین باعث روز شنبه که شورای 26 تیر اگر اشتباه نکنم شورای امنیت سازمان ملل میخواست قطعنامه در دفاع از دولت اردوغان تصویب بکنه، ولی به علت مخالفت مصر تصویب نشد، چون که دیپلمات‌های مصری این توضیح رو بردن تو علت مخالفتش میگفتن شورای امنیت نمیتونه تعیین کنه که یه دولتی به صورت دموکراتیک انتخاب شده یا نه. یا اگر خیلی وارد جزئیات نخواهیم بشیم، الان پافشاری اصرار ترکیه تو براندازی رژیم اسد تو سوریه و چنان تو این سیاست مصره که نه تنها از اپوزیسیون مذهبی یا به اصطلاح بخش میانه روی اون، بلکه حتی از حمایت از داعش هم دریغ نکرده، دست این جهادگران داعش تو ترکیه باز گذاشته بود، به طوری که گزارش های وجود داشت مبنی بر عضوگیری علنی داعش تو این کشور، یا پنهانی نفت قاچاقی را از داعش بخرید و اونا تو تهیه اسلحه یاره میرسه، و اصلا مهمتر یه دالانی برای عبور نیروهای ارتش باز کرده بود تا خودشون رو به سوریه و عراق برسونن، در حالی که ما بیاد داریم که زمانی که نیروهای چپ مترقی میخواستن به کوبانی کمک کنن راهو بسته بود. به هر حال الان در رابطه با کمک های ترکیه به داعش اسناد زیادی وجود داره، ولی حتی بدون این اسناد هم با شناختی که ما از قدرت نیروهای امنیتی ترکیه داریم کسی باور نمی کنه که دولت ترکیه از تمام این وقایع بیخبر بوده، و این روشنه که هدف اردوغان از براندازی رژیم سوریه حفظ منافع مردم نیست، بلکه میخواد سوریه یه رژیم اسلامی نزدیک به خودش سر کار بیاره. البته اردوغان تو این سیاست همپیمانای دیگه هم تو منطقه داره.
که میدونیم این سیاست به حال با شکست روبرو شد. الان ترکیه مجبور شده رسما موضع خودش در مقابل داعش روشن بکنه و ظاهرا به اتحاد بین المللی داعش بپیونده، هرچند که برای این هم حتی شرط گذاشته بودن رفتن اسد بود. به حال این سیاست دو تا نتیجه مهلک و مخرب برای ترکیه داشت. اولا داعش که از همکاری ترکیه با نیروهای غربی به خشم اومده بود، شروع کرد به بمبگذاری و حملات انتحاری. یک جمع دیگه شد این جنگی که تو سوریه در واقع در گرفته و انقدر طولانی هم شده، آوارگان زیادی داشتی که اینا به کشورهای دیگه پناهنده شدن، از جمله ترکیه که میگن رقم آوارگان سوریه تو ترکیه چیزی در حدود بیش از 2 میلیون نفره و این هزینه زیادی به دولت ترکیه تحمیل میکنه. یا تو عرصه داخلی جنگی که با کردها را انداخته شد، بازم هم امنیت ترکیه رو به خطر انداخته، هم مخالفت های زیادی رو داخل ترکیه علیه دولت برانگیخته و این مخالفت فقط از طرف مردم و نیروهای مترقی و چپ نیستش، بلکه در میان خود سران سیاسی و حتی خود حزب حاکم ترکیه مخالفت وجود داره. برای مثال یکی از دلایل استعفای احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق ترکیه با این بودش که اون معتقد بودش که اگر پکاکا به دوره بدون درگیری می 2013 قبل از می 2013 برگرده میشه مذاکرات از سر گرفت، ولی اردوغان پیشنهاد رد کرد و گفت تنها گزینه‌ای که وجود داره عملیات نظامیه. به هر حال میخوام بگم که این مجموعه سیاست های بحرانزا و شکست خورده یه بحران سیاسی اجتماعی به وجود آورده و از طرف دیگه انعکاس این سیاست ها رو ما فقط تو عرصه سیاسی و اجتماعی نمیبینیم. ما میدونیم که ترکیه تو نظام جهانی سرمایه داره قرار داره، اقتصاد اونم بری از بحرانی که بر حاکم بر کل سیستم سرمایه‌داری جهانی هستش نیستش. و ولی این سیاست در واقع یه جنبه دیگه به این بحران اضافه کرده تو ترکیه، اون هم این هستش که با این ناامنی و بی‌ثباتی که تقریبا تو چیز کشور چه از نظر همکاری اون زمانش با داعش و حالا به ظاهر مخالفتش وقتی سر این موضوع میره موقع میشه صحبت کنه، و هم اون جنگی که با کردها را انداخته، صنعت توریسم این کشور که یکی از منابع مالی مهم این کشور با رکود بی سابقه در مقایسه با چند ده سال اخیر در واقع روبرو شده. یا مثلا انداختن هواپیمای روسی، البته ادعا میکنه که ظاهرا طرفداران جنبش فتح ریگونه هم بودن، ولی واقعیت اینه که این اتفاق و به یه عذرخواهی دیرهنگامی هم انجامید، ولی باعث تنش تو روابط روسیه و ترکیه شد و پوتین هم در سفر توریستای روسی رو به ترکیه ممنوع کردش. ما باید بدونیم که بعد از آلمان بیشترین توریست از روسیه به ترکیه میرن و ما سرکوب داخلی شو نه فقط نیروهای اپوزیسیون جواب مترقی، حتی منتقدان دولت و اخبارش در ماهای اخیر بسیار داریم و روز به روز هم شدیدتر شده. به هر حال در نتیجه مجموعه این سیاست و این بحران ها، مردم چنان از حزب عدالت و توسعه حزب اردوغان ناراضی بودن که طبق یه نظرسنجی که اردیبهشت ماه امسال انجام شده بود، محبوبیت اردوغان از 51% به 39% رسیده بود و با توجه به انتخابات پارلمانی که در ماه نوامبر در پیش این زنگ خطره بود برای اردوغان حزبش. با تمام مجموعی که من صحبت کردم باید بگم من معتقد نیستم کودتا ساختگی بوده. البته اقدامات دولت حین کودتا و بعد از کودتا و اون آمادگی که ظاهرا داشت برای مقابله با اون چنین گمانی رو دامن زده. در رابطه با ارتش من اینو بگم که اردوغان به وضعیت ارتش سابقه اون در دخالت در امور سیاسی و اقدام به کودتا کاملا آشناست. به همین دلیل از یک دهه گذشته به بهانه کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح مرتب در حال تصفیه و جابجایی تو ارتش بوده. برای مثال یک نمونهش مثلا در سال 2007 بوده که بعد از سر کودتای گنوکون بودش که بعضی از فرماندهان و ژنرالی ارتش رو برکنار کرد. به جز اون نیروهای امنیتی زیادی رو وارد ارتش کرده.
الان بعد از چندین روز گفته میشه که نیروهای امنیتی ترکیه از کودتا از ساعت پیش مطلع بودن و به همین دلیل کودتاگران مجبور شدن که برنامهشون زودتر جلو بندازن، یعنی جلوتر بندازن. برخی ها اینو به حال یک دلایل شکستش میدونن. حالا موارد مبحث میشه. اردوغانم خودش هم تایید کرده که چند ساعت قبل از کودتا از اون مطلع شده بود. علاوه بر اون، اون دستگیری‌های گسترده نه تنها تو ارتش بلکه در میون اقشار مختلف اجتماعی شغلی و اونم در عرض چندین روز بلافاصله بعد از کودتا، برخ رو به این نتیجه رسونده که این کودتا ساختگی بوده. و اول باید بدونیم که این دستگیری ها مثلا علتش اینه که سازمان امنیت ترکیه سالهاست برای بسیاری از فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالین اجتماعی و حتی منتقدان دولت پرونده امنیتی تشکیل داده. به هر حال بر اثر این اطلاع هست و بر اثر این پرونده هایی که داشته و این آمادگی که داشته، این وضعیت در برابر کودتا دستپاچه نشدن. حتی به نظر میاد که آمادگی مقابله با اونم دارن و الان تا الان آماری که داده شده بیش از نزدیک 60 هزار نفر رو دستگیر کردن یا از کار برکنار کردن، تصفیه کردن. و بعضا بر اساس این دادن که این کودتا ساختگی بوده، اما همونطور که گفتم به نظر من اینطور نیست. اردوغان درسته از این فرصت داره استفاده میکنه دست به یک تصفیه حساب سیاسی گسترده بزنه، طرفدارش رو بسیج کرده، حتی اعلام وضعیت اضطراری کرده تا از اختیارات بیشتری برخوردار باشه، ولی اینطور نیست که خودش رو دست داشته باشه، بلکه داره از پیامدهای اون سوء استفاده میکنه. بله رفیق عزم، شما در صحبتهای خودتون به بحرانهای سیاسی و اجتماعی اشاره کردید. سوال من از شما این هست که مهمترین تبعات و پیامدهای این کودتا و شکست اون چیه؟ آیا ممکنه که رژیم ترکیه مجدداً چوبه های اعدام رو برپا بکنه؟ چون مرتب سخن از این هست که اینا میخوان حکم اعدام رو برگردونن. آیا اساساً رژیم ترکیه میتونه به این وسیله بحران های عدیده ای رو که باش مواجه است حل بکنه، یا به مسئله ملی به خصوص مسئله کرد و کردستان بتونه پایان بده، و یا اینکه در بلند مدت اساسا بتونه موفق به نابودی جنبش کارگری کمونیستی بشه؟ ببینید، تو پاسخ سوال اولش سعی کردم تا جایی که این وقت کوتاه اجازه میده تا حد زمینه های بروز این کودتا رو بشکافم. حالا اگه ما بپذیریم که این تضاد و موزلات فعلی جامعه ترکیه زمینه ساز این کودتا بوده، به نظر من پاسخم روشنه. هیچ سرکوب و بگیر و ببندی نمیتونه این بحران های موجود رو حل بکنه. الان به نظر میاد اردوغان تونسته خودش رو ناجی کشور معرفی بکنه، بخش از طرفدارانش رو بسیج کرده، با رقبای سیاسیش داره تصفیه حساب میکنه و توجه مردم تا حدی از مشکلات اصلی جامعه منحرف شده، اما مشکلات سر جای خودشون هستن و در دراز مدت پاسخ میطلبند. این هم باید توجه داشته بشه که دولت ترکیه به علت پیوندش با آمریکا و کشورهای غربی، به علت عضویتش تو ناتو، به علت تلاشی که داره سالیان سال برای عضویت تو اتحادیه اروپا و به علت وابستگی به کمک‌های مالی و اقتصادی غرب و وضعیت اقتصادی خودش، باید سعی کنه یک چارچوبایی رو تو مناسبات بین‌المللی رعایت بکنه. هر چقدر اردوغان سعی بکنه از خودش چهره یک رهبر اسلامی مقتدر عرضه بکنه، شاید چیزی نزدیک به خمینی در مورد نظرش بشه، اما موفق نخواهد شد چون قید و بندهای زیادی به دست پاش بسته است. بگذاریم که اردوغان بر اثر انقلاب سر کار نیامده، بلکه با انتخابات به ریاست جمهوری رسیده. جامعه ترکیه با جامعه ایران متفاوته، درصدی از دموکراسی تو اون برقراره و از همه مهمتر به نظر من دوره انقلابات اسلامی هم گذشته. بنابراین دست و پاش در پیشبرد این سیاست های جاه طلبانش مقداری بسته است. مثلا در مورد همون حکم اعدام که اشاره کردید بگم که بنا به ملاحظات متعددی به نظر من نمیتونه این حکم رو به اتکا اون جمعیت هیجان زده یا اوباش حزبیش ابقا بکنه. همین الان سران کشورهای اروپایی تهدید کردن که در صورت ابقای مجازات پیوستنش به اتحادیه اروپا منتفی میشه. از همین الان شروع کردن به هشدار دادن به ترکیه در مورد دامنه دستگیری و سرکوب ها. پیش از این بارها به علت نقض حقوق دموکراتیک و
سرکوب سیاسی تو ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته. این جمعیتی هم که امروز به نظر میاد به خیابونا اومدن و از اردوغان در برابر کودتا هم حمایت میکنه، از دولت اردوغان حمایت میکنه، اینطور نیست که همشون اون باشه حزبی اون باشه، بخشی از اون مردمیه که کودتا نمیخواستن، با کودتا مخالف بودن. اما وقتی فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باقی بمونن، تو انتخابات بعدی از دادن رأی به اون خودداری میکنن. چرا که تو انتخابات خرداد ماه سال گذشته ما شاهد بودیم که حزب توسعه و عدالت بعد از 13 سال نتونست به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست پیدا بکنه، هرچند که حزب حاضر به ائتلاف با سایر احزاب نشد و توی شرایط سیاسی و اجتماعی دیگری تو انتخابات آبان ما بالاخره تونست اکثریت لازم رو برای تشکیل دولت به دست بیاره، ولی بازم نتونست اکثریت لازم رو برای تغییر تو قانون یا تغییرات تو قانون اساسی پیدا بکنه. در مورد حل مسئله ملی فقط این اشاره میکنم که پیفوگا سالیان زیادی که با دولت ترکیه در جنگ و ستیزه، طبق یه آماری گفته میشه تا امروز حدود 40,000 نفر تو جریان این درگیری ها بین دولت و اعضام و مردم کرد کشته شدن. اگه قرار بود مسئله ملی با زور اسلحه و کشتار حل بشه که تا حالا حل شده بود، جنبش کارگری و کمونیستی نه در ترکیه نه در هیچ کشور دیگر قابل نابود نیست. این جنبش از زمان رشد بورژوازی و پایگیری طبقه کارگر وجود داشته تا زمانی که نظام سرمایه‌داری پا برجاست، تا زمانی که موزلات و ویرانگرای این نظام وجود داره به نظر من ادامه خواهد یافت. شاید افتخیزهایی در این کشور میکشن و در این مقطع تاریخی و این مقطع تاریخی داشته باشه، اما تا زمانی که نوع سامانه کنونی و جامعه طبقاتی وجود داره به نظر من این جنبش وجود خواهد داشت و مبارزات شب تحتیل وزیر نخواهد. دوی غزم، با توجه به مواردی که اشاره کردید، اون وقت مناسبات فیما بین کشور ترکیه و کشورهای امپریالیستی چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگه آینده این روابط در خطوط کلی خودش چگونه رقم خواهد خورد؟ به نظر مناسبات بین‌المللی ترکیه همچنان به همین روند کنونیش ادامه خواهد داد. ممکنه جاهای تنش‌هایی به وجود بیاد، ولی همونطور که گفتم دولت ترکیه با 1001 رشته به این مناسبات پیوند خورد. به طور مثال من تو خبری خوندم که نایب رئیس حزب توسعه و عدالت شکوه کرده که در کشورهای غربی از ترکیه حمایت لازم رو نکردن و اونا احساس ناخرسندی و ناامیدی از این رابطه میکنن. ببین اگه شب کودتا خبرها ساعت به ساعت دنبال کرده باشی متوجه میشه که با انتشار خبر کودتا تو ترکیه برخی از سران سیاسی کشورهای غربی از جمله آمریکا و آلمان سریع به حمایت از دولت اردوغان بر نخواستن. اونا تو پیامهای خود مرتب بر حفظ آرامش اجتماعی از خلوص تاکید میکردن تا زمانی که تقریبا تکلیف کودتا روشن شده بود و معلوم شد شکست خورده. هر ناظری فورا میفهمه که برای غرب ثبات ترکیه و حفظ آرامش و امنیت این کشور مهمتر از دولت به قول اونا منتخب اردوغانه. این به نظر من سیگنال خیلی مهمی بود برای اردوغان تا بهش حدود و جایگاهش گوشزد بشه. دولت ترکیه به عنوان یکی از همیمونان نظامی اقتصادی و جنگی تو مبارزه با داعش باید به تعهدات بین‌المللیش عمل کنه و به اونا ادامه بده. درسته که الان دولت اسلامگلای اردوغان از بهترین گزینه‌های غرب تو ترکیه است، ولی واقعیت اینه که اردوغان تا جایی که سعی کنه تو داخل مثلا قوانین سکولار رو لغو بکنه و قوانین اسلامی جای اونا بذاره، تا جایی که به دستاوردهای جنبش سران و جنبش کارگری حمله میکنه، تا جایی که مخالفان و منتقدان رو سرکوب میکنه، تا جایی که کردهای کشورش رو قتل عام میکنه، غرب حد اکثر قرولندی میکنه. اما اردوغان با تمام جاه طلبیش و قدرت طلبیش به خوبی میدونه که آمریکا تو ترکیه یه دولت باثبات میخواد، نه دولت حادثه ساز و ماجراجو، به ویژه الان با توجه به وضعیت عراق و سوریه و افغانستان جنگ با داعش. و باز هم به خوبی میدونه به محض اینکه کوچکترین خطری برای منافع غرب تو منطقه ایجاد بکنه آمریکا تو انجام یک کودتای نظامی این بار موفق ولی تردید نمیکنه. بنابراین به نظر من با تمام گله‌ها و شکایت‌ها و ناراضی‌هایی که از برخورد غرب با دولتش داره به خصوص نواقع سر این کودتا، فکر می‌کنم اردوغان و حزب حاکم به تعهدات بین‌المللیشون وفادار خواهند بود.
بله رفیق عزیزم، در دقایق 3-4 دقیقه پایانی این قسمت از برنامه امشب قرار داریم. اگرچه شما در پاسخ به سوالات پیشین چشماندازهایی رو در ارتباط با مسائل داخلی و خارجی ترکیه بیان کردید، ولی اگه مسئله ناگفته باقی مونده میتونید در این چند دقیقه پایانی این قسمت از برنامه امشب بیان کنید. بفرمایید. اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم بگم، یه بار دیگه تکرار میکنم، تضادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با هیچ سرکوب پاکسازی حل نمیشن. الان این مسائل تحت شعاع کودتا قرار گرفتن، اما این موج هم میگذره، جامعه میمونه با این مسائل. این موج سرکوبی هم که راه افتاده مسلما محدود به طرفدارای جنبش فتح گولن یا کمالیستا یا مخالفان درون هیئت حاکمه، طبقه حاکم، نخواهد نمونده و نخواهد موندش. اردوغان سعی خواهد کرد از این فرصت حتی اکثر بهره برداری رو بکنه و دشمنان اصلی خودش، یعنی کارگران و فعالین اتحادیه یا نیروهای چپ و کمونیست، سرکوب بکنه، کما اینکه پیش از این هم تا جایی که امکانش داشته این کار کرده. از اون طرف باید این که از پیگیری سیاست های بحرانزای داخلی و خارجیش دست نخواهد کشیدش، چون تو چنین حالتی واقعیت اینه که جمعه این حزب، جمعه اسلامی و جنبشی، شاید دست به یه حزب معمولی دیگه مثل احزاب دیگه تبدیل میشه، کما که بعد از حدود از طرفداری خودش هم کاسه همیشنان در تو خیابونا بمونن چون قطر نگذشته. اما ساعتهای اولیه فکر میکنم حدود 1:30 شب بودش که اعلام، یعنی به مسجد دستور داده بودش که اذان بخونه و سعی کرد مسجد به نوعی به محلهای مقاومت تبدیل بکنه و سعی کردش که از احساسات مذهبی مردم تو این رابطه حد اکثر استفاده یا سوء استفاده رو ببره. یه جوری برای من این کاراش تداعیگر دوران پیش از انقلاب و عملکرد خمینی و طرفدارشه. به حال ایران ترکیه نیست، اردوغان هم خمینی نیست. توی چنین شرایطی فکر میکنم خیلی لازمه که کارگران، نیروهای چپ و کمونیست و نیروهای مترقی ترکیه خودشون رو برای رویارویی‌های آینده آماده کنند، با تحلیل دقیق از جامعه و روند تحولات نیروهاش رو سازمان بدن، تاکتیک‌های مناسبی رو تعیین میکنن و برای تحولات آینده آمادگی کافی لازم رو داشته باشن. بله رفیق اعظم نوری گرامی، با تشکر از شما برای این گفتگو و وقتی که در اختیار ما و بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی قرار دادید، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و به شما خسته نباشید میگیم. من از شما تشکر میکنم و به شما و بینندگان عزیز تلویزیون شب بخیر میگم.